به نام الله بخشاینده بخشایشگر بینندگان گرامی قدر دوستان برنامه چراغ هدایت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته الله را سپاسگزار هستم که باز هم به ما حیات بخشید تا در خدمت شما خانواده های نهایت گرانقدر قرار بگیرم شما زانی که بیننده برنامه چراغ هدایت هستید یکی از عیوب قرائت تقطیع الحروف است تقطیع الحروف چی رو میگه صحبت های از استاد الله احمدی را داریم با شما یک جا صحبت استاد را در همین مورد مشنویم بسم الله الرحمن الرحیم دوستان عزیز با ادامه دروس تجوید قرآن کریم عیوب قراعت برای شما بیان میکنیم از جمله مواردی که باید قاری و یا تلاوت کننده قرآن کریم از او دور باشه عیوب قراعت است عیوب جمع عیب است یعنی آن اشتباهاتی که ای عیب است و جایز نیست در طلاوات قرآن کریم ای غیر آه آه البته موارد لحن جلی و لحن خفی جدا در کتاب های تجوید تذکر میتن اگرچه بعضی از این اشتباهات شامل مو لحن جلی و لحن خفی هم میشه لیکن جدا در کتاب تجوید عیوب یه به جدا ولا ما بحث کردن از جمله يوب قراءت اه تقطيع الحروف است. تقطيع الحروف يعني قطع کردن حروف اه بعضي حروف قسمي اداء ميكنند كه در حرف مثل كه سكت مثلا اياك نعبد واياك نستعين الى تقطيع الحروف حروف از هم قطع ميكنه اه قسم سكت و تندیغ اللسان از جمله عیوب قرائات تندیغ اللسان است مدغ در عربی جویده نمیگن یعنی قاری وقتی که تلاوت میکنه ای وقتی که حروف ادا میکنه سامع و یا شنونده درست نمیفهمه این کنایه از عدم تبیان یا عدم آشکار کردن حروف است تمدیغ اللسان مثل کسی که در دهنش چیزی باشه او را بجوه در وقت جویدن مثلا طعام است در دهنش از میجا او گب زده نمیتونه عین شکل قاری وقتی که تلاوت نکنه و حروف صحیح ادا نکنه این تشبیه کردن به کسی که در دهنش چیزی است و او را میجا تمدیق و لسان میگن خصوصا کسانی که در اندمام شفتین انفتاح فم و انخفاد فم اینها تقصیر دارن کتایی میکنن صحیح این حرکات ها دارن میکنن انفتاح فم چی معنا؟ یعنی دهن باز میشه در وقت فتحه در وقت کسره انخفاض فم است دهن به طرف پایینی میره و اندمام شفتین در در ادای دمه یا پیش لبها غنچه میشه در پیش لبها غنچه میشه پیش میبره در کسره یا زیر میگیم به صلای ما شما داری این خفاد فهم است در فتحه یا زبر باز این فتاح فهم است ما تا که مثال نگویم شاید دوستای عزیز ما نفهم را که همی تمدیق اللسان چی گونه است صحیح حروف ادانم عدم فصاحت حروف عدم تبیین حروف مثلا بعضی ها تلاوت میکنن به عوض از, از اینکه ولا تقولو تقولو ببینین در تقولو لبها پیش میبره اما بعضی ها میخونن ولا تقولو تقولو لب حرکت نمیکنه شما شنیده باشین اقتدادی که صحیح امی ادای حرکات نمیتونن ادای حرکات بلد نیستن این موردی که گفتم وقتی که تلاوت میکنن باز حرف درست ادا نمی این سبب میشه که حتی لحن جلی هم شد مثلا اگر شما به این شکل تلاوت کنید والا تقول و اینجا تقول و او از بین رفت اینجا حذف حرف مد شد که از جمله موارد لحن جلی است این آیت مثال دادم میشه مثال های شما پیدا کنید در انخفاض فهم که در کسره است در انفتاح فهم که در فتحه است لیکن در دمه زیاد آشکار میشه فرضا كستلوات بيقولون وَلَا تَقَالِنَا يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بيبينون لاب هج حركات نقد وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ كده فرق داره تفاوت آمد واختي كسي كي اندمام شفتين مراعت كنه فسوحد در كلامه حتى كسوي كي قهندگي ميكونن سخنداني ميكونن اگر اي موارد مد نظر بي حروفه صحیح آشکار ادا میکنه در غیر از او حروف صحیح ادا نمیشه ای تمدیغ اللسان کنایه از عدم تبین حروف یا عدم آشکار کردن حروف سوم عیب از عیوب قراءت تعقیر الفم است تعقیرالفم ایره علما میگن که تعقیرالفم کنایه از تکلف در اخراج حروف است بعضی ها را شما دیده باشین وقتی که صحبت هم میکنند یک نوع تکلف است در صحبتش در تلاوت قرآن هم بعضی ها که قرائت میکنن این حروف مثل که از اقصى حل قدا کنن. ما تعقیر الفهم فهم گفتیم مثلا در عربی شخص مقعر کسی را میگن که در کتاب ها میگه که رجل مقعر اذا تکلم من اقص الحلق یقال له رجل مقعر وقتی کسی که گپ میزنه از اقص الحلق مثل که حروف هم ادا کنه اگر چه حروف هر کدام از خود مخرج داره یعنی يعني با تکلف وقتی که گپ میزنه بازی را میگن رجل مقعر ان يعني تاخير الفم هي ايه جمله عيوب قراءة است که نباید در وقت ادا ما تکلف در حروف داشته امام ابن الجزري رحمه الله در جزريا اشاره که مكملا من غير ما تکلفي باللطف في النطق بلا تحسفي مكملا تکمیل کننده باشه قاری قرآن تجوید حروفه بدون التكلفة من غير ما تكلفه باللطف في النطق بالشعر نعم در نطق الله باشا بلا ت... في... باللطف في النطق بلا تعصف بدون كجدوي وانحراف وما ما بيني ما كتير دوسي مرا كه ونها ااا اه اما نظرا حتى تفخيم الصوت ما يجنميرة امي تأخير الفم صوت خدا بالشعر ما يخان كبر بالصوت يعني تفخيم حروفه زي تفخيم الصوت هس كي اه تکلف است مشقت در اداس که از لحاظ تجوید جواز نداره جایز نمی باشه و صوت قاری به طرف تصنع میره یعنی قواز مصنوعی یا صوت مصنوعی میشه این بود مو... چند مورد از موارد عیوب قراعت که با شما تشریح کردیم دوستان عزیز انشالله دروس بعدی رو هم تعقیب کنین بقیه عیوب قرائت بر شما شرح میکنید از جان خوبی ما در بخش دوم حال هم حدیث پیامبر از شفیع آخر الزمان را داریم که در روز آخرت شفیع امت خود قرار گرفت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه می فرمایم محبوب ترین کارها در پیش خدا کار است که دوام آن بیشتر است اگرچه اندک باشد یکی از اون های دیگری که ما باید او را در انتخاب همسران خود دقیق متوجه باشیم هم فکر و هم نجات بودن هست هم فکر و هم نجات بودن چرا رو می گوید؟ توجه بفرمایید و سخنانی از استاد عبدالکریم حسینی در همین مورد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم عجل ولی کل فرج عرض سلام و احترامات خدمت همه شما خوبان اجازه بدین امروز یک سلام ویژه تقدیم محاسن سفیدان سرسفیدان داشته باشم کسانی که تار تار موی اونها و تار تار محاسن اونها بر ما عبرت است و درس است و نور است و ایمان محاسن سفیدان و سرسفیدانی که در امر ازدواج و انتخاب همسر تکیهگاه جوان ها هستند هم اونها را وادار نمی کنند در ای که چه کسی را باید انتخاب بکنند و در تصمیم گیری ها جوانان پرنور خودشان را آزاد میگذارند هم رهایشان نمی کنند با دادن مشورت هایی که یک عمر پشتش خوابیده جوان را از گاهی خیال پردازی ها و گاهی آرمان نگرانی آرمان های بسیار افراد و تفریتی حفظ میکنند قطعا انتخاب همسر مهم هست اما مهم بودن انتخاب همسر باید تو امان باشه با واقعیت ها به یک نکته ای را در کنار خیال پردازی ها و آرمان نگرانی های افراتی که در چند جلسه پیش داشتم محضر شما خوبانی که اگر همراه ما بوده باشین و اگر هم نبودین حتما میشه ای برنامه قبل را از طریق فضاهای مجازی باز انشالله به دست بیارین و یک نگاه بکنین که چه بحثایی ما داشتیم یک چیزی را امروز محضر شما خوبان تقدیم بکنم و اون نکته است که بگذارید مخاطب من شما خوبانی باشه که در کشورهای اروپایی زندگی میکنین چون ما هستم در اون کشورها بندم محضر شما رسیدم بخشی از زندگیم در کشورهای اروپایی بوده و الانم هست چون فضای اونجا اطلاع دارم خدمت شما مطالب را بیان بکنم خواهش میکنم در انتخاب همسر این شعنیت ها را ملاحظه بکنیم همکف بودن را ما بعدا صحبت خواهیم کرد اما می به بعدنی نرسیم اجازه بدین یک در کنار او خیال پردازی هایی که جلسات پیش داشتیم یک مطلبی را بگویم ما متاسفانه در کشورهای غربی کشورهای اروپایی یک پرابلمی و یک مشکلی که ما خودم اونجا درگیرش هستم و با جوانها در ارتباط هستم ایست که جوانهای ما گاهی میرند به سمت ازدواج با یک ملیت هایی که هیچ نیتی با ما نداره حالا به خاطر رفاقتی که در محیط پانتون پا و کالج و دانشگاه و محیط های کار و امثال هم ایجاد شده و یک عشقی که تازه او عشق را هم ما میتونیم عشق موقت نامش بمانیم و عذرخواهی میکنم که اقدر روک صحبت میکنم ببخشین جوانان عزیز حتی ممکنه نامش را هوس بگذاریم با کمال تاسف که یک غباری را در مقابل چشم ایجاد میکنه که بعضی از مشکلات را ما نتونیم ببینیم ازدواج یک جوان افغانستانی با یک دختر مثلا فلان مملکت ولو ایدوتا با همدیگه بسیار بظاهر یک سلسله مشترکات رسیدن اما قسمتهایی امکان داره در بعد از ازدواج سرباز بزنه اختلافات شدید انعناتی اختلافات شدید فکری اختلافات دینی و حتی اختلافات مذهبی اینها یک روزی در بعد از ازدواج سرباز میکنه و ممکنه زخمی را تولید بکنه که سالها بعد این زخم بسته بود به با یکباره باز شود بهترین ازدواج ازدواجی است که بشه با هم فکر خود صورت بگیره با هم حتی نجات خود خواهشن ای گپا دلیل بر این نمیتونه باشه که ما بگیم این نجات پرستیس یا بگیم این قومیت گرایی و امثال همه مقوله ازدواج بسیار مقوله مهمی است بسیار حتی اجازه بدین یک نکته ای رو بگویم تا میشه با نزدیکان و اقوام مرتبط ازدواج صورت بگیره اگر ای کار صورت نگرف حداقل قومیتی ازدواج صورت بگیره تشکر که به این برنامه ای ما بودید نعتیه را دانیم بعد از نشه همین نعتیه بدرود ذکر لا چوخ زاید شود اردو جا در تای پاید شود اردو شوید تنها دم کجا زنی آنجا خدم را توی انتظاران میکنی آنه نگاه جانب ما خاک ساران میکنی آنه شب اول که اندر قبل مهمان تو میباشم

к سرارا бабارоن میкуنی رаوشаن درون қабر تاریکаم чرоغоن میکуنی عنی در لحد شوی تنها дم кجا زنی انجا ای زبانو دندنها له اله قابل حمد خدا که با نام محمد آشنا شد داران درود هزاران سلام زما بر محمد علیه السلام چون علي السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سپاس از اینکه تماشاگر برنامه ما بودید اگر می که برنامه قبلی ما را تماشا نمایید پس اینجا را فشار دهید اگر می که برنامه بعدی ما را تماشا نمایید پس اینجا را فشار دهید اگر می خواهیم که به چینل یوتیوب ما بپیوندید پس اینجا را فشار دهید